سلام دوستان، سهل هستم. به چند یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که یک افکت جذاب به نام فون افکس رو یا افکت فونیک رو بیایم روی صدای وکالمون استفاده کنیم. از این افکت معمولا توی یک سری بخش بریج های آهنگ ها، توی جاهایی که مثلا دکلمه گفته میشه توی موزیک ها، یا خیلی جاهای متفاوت دیگه که اولا میخوان یک حس باحالتر و زیباتری به کار بدن و یه خورده متفاوت کنن عملا وکال نسبت به جاهای دیگه استفاده میشه. پس با ما همراه باشیم ببینیم چطور میتونیم افکت رو ایجاد بکنیم. خب ما توی پروژه هستیم. من یک کاری رو که در واقع از موزیکای بند ما هم هستش به نام Adult by Lies رو اینجا آوردم به عنوان نمونه و دو تا راه کلن قرار بهتون یاد بدم که به دو صورت متفاوت میشه یه افکت فونیک ایجاد کرد. فقط یه مقدار رنگا و اون مدل هاشون با هم دیگه ممکنه که فرق داشته باشه، ولی در نهایت به یک هدف تقریبا یک ثانی آدم رو میرسونه. پس ببینید که باید چیکار کنیم. خب اول موزیک رو با هم دیگه گوش بدیم، این تیکه‌ای که در واقع اون صدایی که مد نظرمون هستش، ببینیم چه شکلیه. اوکی، قراره که الان روی همین صدا ما بیام کار بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم اون افکت رو ایجاد بکنیم. خب من وکال رو اول، این که من موزیک رو من میوت کنم، اون وکال هم اومدم تو دو تا لاین قرار دادم که میخوام دو تا پروسس متفاوت انجام بدم، ولی حالا تقریبا با یک جواب یکسان تقریبا. خب باندگی بشتم این اول ساعت خامش رو. Not a light of fear rise from inside. I cannot see, but hope is in my heart. Okay. خب من اینجا از یک پلاگین استفاده میکنم به اسم ایزی میکس. پلاگین ایزی میکس پلاگینی که عملا یه سری تنظیماتی داره و خیلی سریع مثلا میاد یه سری میکسر روی حالا وکال یا هر المان دیگه‌ای که دارید میاد اعمال میکنه. من اینو باز میکنم. ببینید تنها کاری که لازم بکنید این هستش که بیاین از این کاتگوری که اینجا هست وکالز رو انتخاب کنید. بذارید من اصلا کلا یه دونه دیگه باز کنم از این، مثلا ایزی میکس. خب این وقتی باز میشه به این صورته. از این کاتگوری بغل میام روی وکال کلیک میکنم و از این بالا میام میزنم فون، می نویسم یعنی فون. اوکی، و یه سری افکت ها پریست ها به من انجام میده. میام روی پریستی که در واقع نشته فون ویت ریورب، اینو انتخاب میکنم چون این اصلا به نظرم صداش بهتره. حالا بقیه هم خودتون میتونید تست کنید و ببینید که کلا به چه صورته. حالا بشنیم با هم. اینقدر ساده میشه به این افکت رسید با یه دونه فقط صرفا پلاگین. اما حالا یه سری ناب اینجا داره که ناب نرو هستش که عملا میزان این صدای فونیک رو میتونید کم و زیاد بکنید و ریوربش هم میتونید از این قسمت کم و زیاد بکنید، حالا هر چقدر که دوست دارید. مثلا من اینو میذارم روی 80، حالا یکم کم و زیادش میکنم ببینید که چه اتفاقی میفته. خب من قطعا 100%ش رو میخوام چون خیلی بهتر به هم اون حس رو میده. اما یه داستانی بود، دقت کردید زمانی که وکال داشت پخش میشه یه خور صدای گز میومد، انگار دیستورت شده صدا، اینو دقت کنید. اوکی، این به خاطر میدونید چیه؟ به خاطر اینه که توی معمولا اکولایزرهای مربوط به فونیک چون یه حالتی دارن که معمولا فرکانس های میدرنج بوست میشن یه سری بخشاش، حالا جلوتر بهتون نشون میدم، اون باعث میشه که یه مقدار صدا بیش از حد زیاد بشه. حالا برای اینکه بتونیم این گزر رو یه خورده کنترلش بکنیم و اینو یه مقداری زیاد نذاریم دیگه خیلی رو مخی بشه و اینها، چون توی گوشی اینها اگه گوش بده امکان داره گوشتون رو بزنه این صدا، بهتره که بیایم با استفاده از یک اکولایزر که بعد از این پلاگین میاد تعبیه میشه یا استفاده میشه ازش، کاری بکنیم که یه خوردون قسمت میدرنج رو تضعیف بکنیم. ببینید من چیکار کردم، یه اکولایزر باز کردم و این فرکانس رو حدوداً دو تا کمش کردم. ببینید کجاست این فرکانس. I cannot see, but hope is in my
اون صدا گزه یه خورده کنترل میشه، ولی باید باشه، نباید کامل از بین بره، به خاطر اینکه اصلا خاصیت این مدل افکت اینه که اون سچوریشنی که روش اعمال میشه باعث میشه یه خورده این صدا عملا دیستورتر باشه و باعث بشه که توی موزیک بتونه بهتر اون نقش رادیویش و فونیکش رو ایفا بکنه، که این میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. خب پس این شو از راه اولمون که میتونیم به این صدا برسیم. مسیر دوم چیه؟ بذار من اینو میوت کنم. راه دوم ما استفاده از فقط فیلتره. ببینید من یه دونه فیلتر اینجا باز کردم و یه چنی اکولایزری اینجا ساختیم که عملا اومدیم یک لوکاتی دادیم و یه هایکات دادیم، اما داستانی که هست اینه که شما فقط کافیه بیاید توی این پریست ها، بخش پریستی که اینجا هست، و فون رو انتخاب بکنید. وقتی فون رو میزنید خودش اصلا یک همین حالت رو واسهتون میسازه، نیاز خودتون مثلا چه میدونم بخواد از اول اینو بسازید. بذار بهتون کامل نشون بدم. مثلا دیفالت ستینگش اینه، اگر که من بیام برم روی گزینه فون خودش تبدیل میشه به چنین چیزی. حالا بشنویم. ببینید اون فضا مید رنج رو من داده واسه رادیو شده، اما خب یکی دوتا کار دیگه هم باید کرد اینجا، که مثلا یکی از اونها اینه که یک ریورب بهش اضافه کنیم یا هر چیز شبیه همین. من دومین پلاگینی که اومدم زیر این پلاگین در نظر گرفتم یه پلاگین باز اکولایزره که مثل اون قبلی یه خورده این مید رنج رو ضعیفش کنم که یکم کنترل شده تر باشه. اوکی، پس دو تا اکولایزر پشت هم، یکی که با پریست بوده که مشخص اینجا پریست فون، و یکی هم صرفا برای کنترل اون قسمت مید رنج. خب حالا میام بهش برای اینکه خورده اتمسفر بدم یک ریورب هم اضافه میکنم که این باعث بشه عملا یه خورده وکال من یه اتمسفر بهتری بگیره. ریورب منم اینجاست، از پلاگین وال حالا استفاده کردم و ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. دیدید اینا دو مدل از همون صداهایی هستن که تقریبا حالا حالت فونیک یا حالت خاص دارن توی موزیک. دو با هم دیگه هم چک بکنیم، یه تفاوت‌های ریزی هم دارن که مهمترین قضیهش همون قضیه سچوریت شدن صداست. این اولیه. که من دقیقاً از همین استفاده کردم توی اون کار. و دومی ببینید دو تا جنس متفاوتن ولی تقریبا تو یک مسیر، یعنی مسیرشون تا یه جای شبیه هم بوده، از جای بعد یه خورده متفاوت شده. اینها به صورت کلی کارهایی هستن که شما میتونید روی وکالتون انجام بدید توی بخش‌های خاص موزیکتون که عملا یه افکت خاصی حالا بیان اعمال بکنید، یه خورده از اون حالت یک نواختی در بیارید وکالتون رو و یه فضای خاصی به کارتون بدید. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید، به دردتون بخوره. خواهش می‌کنم اگر ویدیو دوست داشتید حتما لایکش بکنید و کانال سابسکرایب بکنید، و اگر سوالی داشتید و جای براتون ابهام داشت حتما توی کامنت ها برام بنویسید و ازم بپرسید. امیدوارم که همیشه موفق باشید.